در این جدول از ما خواسته شده است که نسبت بین اعداد 24 الا 40 را دریافت کنیم. جای خالی را با عدد درست پر کنید و نسبت های 24 و 40 را این نوشتند. 24 زمانی که صورت کسر 24 باشد و مخرج کسر نیز 40 باشد در این صورت می توانیم که 24 بر 40 داشته باشیم ولی بعدا حتما از ما می خواهند که نسبت های معادل آن را بنویسیم اینجا هست که باید جاهای خالی را پر کنیم این در مخرج و صورت کسر و خیلی روش زیاد وجود دارد تا که این سوال را حل کنیم ولی شاید ساده راهش همین باشد که با همان نسبت که خودشان برای ما دادند شروع کنیم اینجا برای ما هم صورت کسر را هم مخرج کسر را داده اند و حالا ادامه می دهیم پس به طور مثال اگر این یکی را ببینیم صورت کسر مساوی به دوازده است این نصف 24 است پس مخرج این مساوی است با نصف مخرج قبلی که داشتیم این قرار است نصف چهل باشد پس می توانیم 20 را اینجا بگذاریم و حالا با کار ما ادامه می دهیم. اگر ما سه و دوازده را با هم مقایسه کنیم از دوازده به طرف سه رفتن باید که آن را تقسیم چهار بکنیم صورت کسر را تقسیم چهار می کنیم حالا مخرج کسر را نیز تقسیم چهار بکنیم پس 20 تقسیم بر چهار مساوی می شود به پنج حالا یک جای خالی دیگر نیز داریم این صورت کسر و این را می دانیم که مخرج کسر را می توانیم که دو چند کنیم ما از چهل به هشتاد می رویم. در این سورت باید سورت کسر نیز باید دوچند کنیم. خب حالا 48 را به دست آوردیم. و تنها کار را که اینجا ما انجام دادیم این هست که معادل این کسر را نوشتیم. نسبت بین 3 بر 5 مشابه هست با 12 بر 20. و این مشابه هست با 24 بر 40 و همچنین این مشابه هست با 48 بر 80. یاد مطمئن شویم که جواب درست را به دست آوردیم. چند مثال دیگر هم کار میکنیم. جدول زیر کسرهای معادله 27 بر 75 را نشان میدهد. خب آنها کسرهای معادل مختلف را برای ما دادند این جدول نسبت معادل 18 بر 55 را نشان می دهد تقریبا ساده است خب درست است همه اینها معادل کسر 27 بر 75 است اینها معادل کسر 18 بر 55 است کدام کسر بزرگتر است؟ 27 بر 75 یا 18 بر 55؟ این خیلی چسب است کار را که باید بکنیم شما به این هر دو ببینید شاید بگویید که خب راستش من نمیدانم مخرج های اینها متفاوت است چگونه باید اینها را مقایسه کنم و بهترین روش برای مقایسه نمودن آنها این باشد که به با کسرهای ببینیم که دارای کسرهای معادل هستند این که صورت کسر مشابه باشد و یا هم که مخرج کسر مشابه باشد پس بیایید ببینیم که یکی از این شرایط به آن مطابقت میکند یا خیر پس داریم که 27 بر 75 مشابه هست با 54 بر 150. و اینجا می بینیم که 18 بر 55 مشابه هست با. خب این 54 در ذهنم آمد. به خاطر که صورت کسر مشابه هست. بر 165. و این مقایسه نمودن را خیلی ساده می سازد. کدام یکی کوچکتر است. کسر 54 بر 250 و یا هم کسر 54 بر 165. خب اگر ما صورت های یکسان داریم در این صورت داشتن بزرگترین مخرج کسرها را کوچک می سازد. پس 54 بر 165 کوچکتر است از 54 بر 150 و این برای ما بیان می کند که کسر 18 بر 55 کوچکتر است از 27 بر 75. خب می بینیم که ای کدام اینها ها خب این برای ما بیان می کند که کسر 27 بر 75 بزرگتر است از کسر 18 بر 55. و این کاملا درست است. بیایید یک مثال دیگر نیز کار کنیم. دوستان لیوانا در مسابقه دوی شرکت می کنند. هر کدام آنها با سرعت ثابت از زمان صفر شروع کردند. کدام یکی از جدول های زیر نشان دهنده فاصله است دوستان لیوانا در زمان مشخص تعیین نمودند. خب آنها مسابقه دویش را انجام میدهند. هر کدام آنها از زمان صفر شروع به کردند. پس جدول اول فاصله را به متر داریم. آنها در یک سرعت ثابت دوش را انجام دادند پس نسبت بین فاصله و زمان باید که در این جدول ها ثابت باشد اینجا نسبت سی و دو را داریم اگر ما فاصله را سی چند کنیم باید که زمان را نیست سی چند کنیم اگر فاصله را ضرب در پنج بکنیم باید که زمان را نیست ضرب در پنج بکنیم در این صورت جدول اول کاملا درست است خب ادامه می دهیم جدول دو یازده بر دوازده به نسبت دوازده بر پنج اینجا یک تا اضافه شده است ولی نسبت ها با هم مساوی نیست کسر یازده بر چار معادل دوازده بر پنج نیست ما نمی توانیم که این جدولی که اینجا هست یک جدول درست نیست جدول سوم یک بر یک پس وقتی که فاصله را دوچند کردید باید که زمان را نیز دوچند کنید وقتی که فاصله از یک سه چند کردیم زمان را سه چند نکردیم پس جدول سوم درست به نظر نمی رسد ولی جدول چهارم چهارده بر ده این مشابه هست با بیایید ببینیم اینها نسبت های معادل هستند اگر آن را تقسیم دو می کردیم باید که هفته بر دو را نیز تقسیم دو می کردیم اگر هر دوی آن را تقسیم سه کنیم این نیز نسبت هفت بر پنج است. این با هر دویان را تقسیم هفت کنیم. هنوز همین نسبت هفت بر پنج است. پس جدول چهارم کاملا درست است. و ما جواب را نیز دیدیم. این درست است.